گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز رو با مهمان ارجمندی تقدیم حضورتون میکنم. قبل از اینکه بپردازم به گفتگو با مهمان ارجمندی که معرف حضور شما هستن و چند برنامه با من بودن و من پیشا پیش ازشون سپاسگزار هستم، باید اشاره بکنم به یکی از شخصیت هایی که واقعا براش احترام زیادی قائلم و این روزها فعالیت هایی رو که ایشون میکنه و مقالاتی رو که میمیسه بی نهایت ارزنده و قابل ملاحظه و توجه هست. اشاره من با آقای دکتر کاظم علمداری است. دکتر علمداری طی چند ماه گذشته چندین مقاله که دهمین مقاله او در برنامه ایران امروز در سایت ایران امروز به چاپ رسیده تحت عنوان آیا ایران بار دیگر به عقب باز می‌گردد، مقالاتی رو درج کردن که به نظر من یک بررسی اجتماعی اقتصادی سیاسی بی‌نهایت ارزنده و با ارزش. ایشون در بخش نخست آمار عقب ماندگی ایران رو در دوران جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای همردیفش مورد بحث قرار داده، در بخش دوم نتیجه سلطه نهاد روحانیت و نظامیان بر ساختار قدرت رو توضیح داده، در بخش سوم نظریه‌ای که ورود صنعت مونتاژ به ایران رو مغایر با رشد و پیشرفت صنعت مستقل میدونه مورد بحث قرار داده و به جای مبارزه با دیکتاتوری مقابله با سرمایه‌داری و نفوذ غرب در ایران رو که رژیم مورد نظر قرار داده مورد نقد قرار داده ایشون. در بخش چهارم الگوی توسعه ژاپن و فازهای توسعه ایران قبل از انقلاب رو ارزیابی کرده، در بخش پنجم زمینه پیدایش انقلاب از جمله مثلث هویت فرهنگی و بحران ناشی از اون و همچنین عوامل برانگیزنده انقلاب رو توضیح دادن، در بخش ششم عوامل بازدارنده ذهنی و بینشی رهبران جمهوری اسلامی در توسعه رو تشریح کردن، در بخش هفتم الگوی رشد اقتصادی و توسعه رو معرفی کردند و در بخش هشتم الگوی توسعه قبل و بعد از انقلاب رو مورد مقایسه قرار داده و در این بخش موانع ایجاد شده توسط در دهه اول بعد از انقلاب رو مورد بررسی قرار دادن و به طور کلی این سری مقالات که در بخش های نهم و دهم اون هم راجع به حوزه وحدت دانشگاه که در واقع وحدت حوزه و دانشگاه رو مورد بررسی قرار دادن که این در قسمت دهم هست. فوق العاده نکات جالبی رو در این مقالات مفصلی که دکتر علمداری نوشته ملاحظه خواهید کرد. به ایران امروز مراجعه بفرمایید، تمام مقالات اونجا هست و میتونید خودتون مطالعه بفرمایید و تردید ندارم که نظر من رو تایید خواهید کرد. و اما به دنبال سه برنامه رو که در خدمت آقای دکتر بابک‌نیا داشتیم در تلویزیون ایران فردا، امروز مجددا در خدمتشون هستم. خواهش کردم تشریف بیارن از راه دور و بی‌نهایت سپاسگزارم و تبریک سال نو و همچنین تبریک پاسوور و همچنین تشکر از اینکه لطف کردید و بار دیگر دعوت من رو پذیرفتید. آقای دکتر بابک‌نیا، امروز من میخوام در فرصتی که داریم دو موضوع رو مورد توجه قرار بدید و من ساکت بنشینم و شنونده باشم مثل بینندگان عزیزی که شاهد گفتگوی من شما هستن. یکی مسائل رو که در جلد دوم کتاب مطرح کردید و اون مسئله واکنش امریکا به هولوکاست هست و ضمناً اشاره مختصر به جلدهای سوم و چهارم که چه نکاتی در اونها و به طور کلی یک خلاصه از علت این که به این کار پرداختید و چه چیزایی رو مورد مطالعه قرار دادید و چه چیزایی در این چهار جلد کتاب مندرج است.
ممنونم بازم از این فرصت. خواهش. دلیل پژوهش و نگارش این کتاب آقای اجازی جواب دادن به یک سوال بود و آن هم این بود که در دوران هولوکاست رهبران جهان کجا بودند. پرزیدنت روزولت که رئیس جمهور وقت امریکاست یا وینستون چرچیل که نخست وزیر انگلستان بود که احتمالاً یکی از پرقدرت‌ترین نخست وزیران با نفوذترین و پرقدرت‌ترین بله تاریخ این که اون کشور بود و یا رهبران یهودی جهان حتی اونها که هیتلر میگفت اینا میخوان اروپا و دنیا رو بگیرند کجا بودند؟ چطور ممکنه اینها اینقدر قدرت داشتند در حالی که در مدت کمتر از 4 سال 6 میلیون از 13 میلیون یهودی جهان رو هیتلر تونست از بین ببره؟ برای من این سوال بود که در چه زمانی و تا چه حدی این رهبران جهان از واقعی که ما امروز به عنوان هولوکاست میشناسیم با خبر بودن. یک نگاه خیلی سرسری جواب میده که ظاهرا یا خبر نداشتند یا اگه خبر داشتند اهمیت نمیدادن، اهمیتی ندادن که 11 میلیون انسانی که هیچ گونه رابطه‌ای با جنگ نداشتند که نیمی از اونها یا 5.5 یا 6 میلیونشون یهودی بود از بین رفتن و کسی اعتراضی نکرد. ولی برای انسانی قابل تصور نیست چطوری ممکنه این اتفاق بیفته، ضمن این که این اتفاق 500 سال پیش یا 1000 سال پیش اتفاق نیفتاد و در یک جای دور افتاده از جهان نبود و توسط یک کشور عقب افتاده هم نبود، نبود در قلب اروپا، در در همین قرن، یعنی کمتر از 100 سال پیش پدران بنده و شما زنده بودند زمانی که هولوکاست 1941 تا 45 در جریان بود. بله. و همچون که فرمودین در یکی از متمدن‌ترین کشورهای جهان از نظر ادبیات، موزیک، تکنولوژی، پزشکی، فلسفه، آدم تصورش مشکله. متاسفانه من زمانی که به این مسئله پرداختم و پژوهش‌های 20 ساله من در این زمینه این مسئله رو به من نشون داد که با کمال تأسف نه فقط رهبران جهان در اون روز اطلاع کافی از این مسئله داشتن، لیکن با کمال تأسف هیچ گونه اقدام مؤثری برای این قضیه، برای این فاجعه، توقف این فاجعه نکرد. برای همین است من معتقدم و این مسئله امروز هم بازم متاسفانه بله. وجود داره. من چند روز پیش در یک جای بودم راجع به کشتار ارامنه صحبت می‌کردم. دقیقاً دکتر چه خوب شد اینو اشاره کردید. می‌بخشید من بین صحبتتون صحبت می‌کنم. اون روز بعد از این که من و شما گفتگوی رادیویمون تموم شد یک آقای تلفن زدن و گفتن این روزها مصادف هست با روزهایی که در ترکیه اون کشتار عظیم ارامنه صورت گرفت. بله بله. چرا راجع به اون صحبت نمی کنید؟ گفتم به طور قطع صحبت خواهم کرد و میخواستم از شما کمک بگیرم که اگر شخصی رو که واقعا صاحب نظر هست در این زمینه میشناسید معرفی بکنید که من با ایشون با یک یا دو نفر از این دوستانم صحبت بکنم، چون واقعا اونم مسئله عجیب غریب حیرت انگیزه. اتفاق خیلی جالبه، اون مسئله پیش درآمد هولوکاست بوده و شباهت هایی هست بینش. خیلی هم شباهت اصلا کاملا، یعنی اونم هولوکاست محسوب میکنه، اونم یک نسل کشی بزرگه و اولین نسل کشی بزرگ قرن بیستم بوده. خیلی جالبه که اینو من اینجا بهش اشاره بکنم که هیتلر زمانی که تصمیم خودش رو برای کشتار یهودیان اروپا اعلام کرد در روز دوم جنگ جهانی دوم، در روز شنبه
دوم سپتامبر 1939 هیتلر در کابینه خودش اعلام کرد که ما در دو جبهه می جنگیم، یک جبهه جنگ برای تسخیر سرزمین برای آلمان، جبهه دوم یه جنگ ایدئولوژیکه که ما قصد نابودی همه یهودیان جهان رو دارم، هر یهودی که هر نقطه از جهان در دسترس ما باشه از بین میبریم. و هیتلر جنگ اول رو باختن، بله بله، جنگ برای تسخیر سرزمین رو باخت، به متفقین باخت، ولی تقریبا داشت جنگ دوم رو میبرد که جنگ تمام شد، یعنی تونست، یعنی نابود کردن، یعنی اون هدفی رو که داشت. دو سوم از یهودیان اروپای اون موقع، اون زمان رو هیتلر از بین برد. و زمانی که سه تن از وزیران کابینه و رئیس ستاد ارتش اون بهش اعتراض میکنن که این کار امکان پذیر نیست و جهانیان اجازه نخواهند داد که شما این کار رو بکنین و به اعتراض کابینه رو ترک میکنن، زمانی که از اتاق خارج میشن هیتلر بهشون میگه یه دفعه صبر کن، همونجا صبر بکنین. بعد به اونا یک جمله میگه که جمله بسیار تاریخی و یه درس بزرگی است، و اون میگه که احمق ها، یک نسل پیش در سال 1915 بیش از 1,000,000 مسیحی رو که ارامنه ترکیه بودند رهبران و مردم ترک از بین بردن. چه کسی امروز راجع به اون صحبت میکنه و چه کسی نسبت به اون اعتراض کرد؟ و این اتفاقا یک درس بزرگی است که اگر ما به گفته این مرد خبیث هیتلر، اگر ما درسی از گذشته یاد نگیریم، این درس تکرار میشه و نباید گذاشت که این موضوع فراموش بشه. فراموش همی که فرمودین، نه که فراموش بشه، بایستی این رو به بچه ها به نسل آینده یاد داد. راجب کشتار ارامنه، من هم توی که قبلا هم خدمتون عرض کردم، کتاب چهارم من، بله، که راجب پایان هولوکاست هست، 5 فصل بسیار مفصل راجب کشتارهای نسل کشیهای دیگر قرن بیستم، از جمله کشتار نسل‌کشی ارامنه، نسل‌کشی های کمبوجیه توسط خمرسرخ، نسل‌کشی مسلمانان در بوسنی توسط سربها، نسل‌کشی های قومی در رواندا و نیز نسل‌کشی مسلمانان دارفور در 5 جلد در جلد چهارم کتاب من هست. بله. متأ اگر دوست داشتین بیشترم راجع به این بدونین، تنها ایرانی رو که من میدونم راجع به این اطلاعات کافی دارند، خانم مری آپیک، هنرمند ارزنده کشورمون هست، که اتفاقا امسال در همین 24 آوریل یک مراسمی در منزل ایشون هست که بنده هم سخنرانی خواهم کرد که راجع به سالگرد کشتار ارامنه که روز 24 آوریل 1915 انجام شده است. من خیلی دوست دارم که باشون تماس بگیرم و این کار خواهم کرد. برای عزیزم بعد برمیگردیم به این که همون صحبتی رو که هیتلر گفت چه کسی راجع به اینا صحبت میکنه، یکی از نتایج 20 سال بررسی که من راجع به این مسئله کردم و پژوهش های من این بود که هولوکاست نتیجه دو مسئله است. من تشبیهش رو میکنم به دو سنگ آسیاب که سنگ بالای آسیاب قصد پلید هیتلر، یا در نسل های دیگه نسل اون قصد پلید اون ستمگر برای کشتار اون دیگری است، ولی سنگ زیرین آسیاب به نظر من بی تفاوتی جهانیانه. مورد امروزش سوریه که یک جنایتکار در سوریه پیدا شده، یک نفر فقط، یک که
گروه‌هایی رو تونسته تحت سلطه خودش قرار بده و اونها دارن در روز صدها نفر، شاید من شنیدم بیش از 1000 نفر رو که با خود اینها موافق نیست از بین میبرن. و من تعجب میکنم که واقعا آخرین باری که حداقل من راجع به سوریه در نشریات و رسانه‌های خبری امریکا شنیدم شاید سال 2013 بود. بله. در امسال خبری ازش نیست. بله، خبرهای عجیب غریبی که هیچ گونه اهمیتی در مقایسه با این قضیه نداره الان رأس خبرهاست در امریکا. الان چندین و چند روز هست که CNN از صبح تا شب راجع به این هواپیما که تأسف آوره به هر حال 230 نفر آدم، 230 چند نفر آدم ناپدید شدن، حالا چه به سرشون آمده، ولی بسیاری از مسائلی رو که این جریان سوریه در بر میگرفت، البته دیروز به پیروزا بود که آقای جان کری یک تستمونی داشت در مجلس که چرا اقدام شدید نکردند و خب توجیه خودشون رو دارن آقایون سیاست مداران و این چیز تازه‌ای نیست. میفرمایید. دو تا مسئله اینجا که یکی این که دولت ها میگن که ما در بعضی از نسل کشی ها نمیخوان دخالت بکنیم، مسئله امور داخلی شده، امور داخلی، یا این که منافع ملی ما حکومت حاکم بر این نیست. به طور مثال در زمان پرزیدنت کلینتون سال 1994 زمانی که کشتارهای رواندا شروع شد، رئیس مجلس سنای امریکا که اون موقع باب دول بود گفته بود که این منافع ما حکم نمی کنه که ما اونجا دخالت کنیم، که ما اونجا دخالت، در حالی که یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی دفاع از حقوق بشره. بله بله. اگر زمانی که در دوران ارامنه امریکا و انگلستان اعتراض میکردن به ترکیه که اون روزا قدرت‌های فائقه دنیا بودن، بله، اگر در زمان هولوکاست این صدا بلند شده بود، هیچ وقت امروز مردی به اسم بشار اسد یا 20 سال پیش کسی به اسم صدام حسین به وجود نمی اومد. و باید به این معادلهی که اشاره کردید اضافه کرد این جریانی رو که الان ما شاهد هستیم در ایران از سال 88 تا به حال که اون خشونت و کشتار و تجاوز و کارهایی که انجام شد و سیاستمداران امریکا گفتن که ما نمیخوایم تو امور داخلی ایران مداخله بکنیم برای اینکه اگر ما مداخله کنیم به ضرر مردم ایرانه، در حالی که مردم ایران پشت و پناهی نداشتن و لزومی هم نداشت که دخالت مستقیم بشه، میتونستن فقط با یک بیانیه محکوم کردن این گونه اعمال یک لااقل یک چهره بهتری از خودشون رو نشون بدن. من کاملا با تو موافقم. الان یه مسئله رو من خواستم اینجا مطرح بکنم که برای من یک درس بزرگی بود. زمانی که من حدود 20 یا 21 سال پیش به عنوان یک دانش آموز، دانشجوی هولوکاست، من کار خودم رو شروع کردم، یکی از اشتباهاتی که من می کردم این بود که این مسئله کشتار یهودی های اروپا به خاطر مسئله ضد یهودیت بود و اینکه دنیا پرزیدنت روزولت، چرچیل و بقیه رهبران ساکت موندن شاید به خاطر احساسات ضد یهودی اونها بود، در حالی که این اشتباه من خیلی به زودی برطرف شد به یک دلیل خیلی واضح و اونم این که اگر توجه کرده باشین در تمام صحبتهایی که من و شما با هم داشتیم من رقم هولوکاست رو اون 6 میلیون معروف نمیگم، همیشه میگم 11 میلیون انسان بیگناه که بدون که هیچ رابطه با جنگ داشته باشن از بین رفتن و اون 55.5 میلیون غیر یهودی مسیحی بودن. بله. و جالب اینه که نه فقط پرزیدنت روزولت چیزی راجب اعتراضی راجب کشتار اونها نکرد، بلکه پاپ اعظم هم که رهبر این مردم، رهبر جهانیان، بسیار کاتولیکای جهانی، ایشون هم ساکت موندن و این چشم پوشی و سکوتی که ایشون داشتن
کاملا در تاریخ ثبت شده به خاطر منافع شخصی یا منافع واتیکان بود که میخواستن به طور مثال کلیساها و مناطق تاریخی، مجسمه ها، موزه ها رو محفوظ نگه دارن. یعنی برای جلوگیری از بمباران کردن، از بین رفتن اونها، پاپ اعظم دخالت میکرد، ولی برای کشتار 5.5 میلیون مسیحی هم ایشون ساکت موندن. من وقتی گفتم شباهت به هولوکاست در ترکیه، به خاطر همین که این افرادی هم که در ترکیه قتل عام شدن، اینا هم هیچ نه جنگجو بودن نه مبارز بودن، یه عده مردم بیگناه، زن و بچه و پیر و جوان بودن که نابود شدن و از بین رفتن. شما هم که فرمودین لغت شباهت، از شباهت خیلی بیشتره. بسیاری از پژوهشگران کشتارهای ارامنه و هولوکاست نسل کشی های ارامنه رو الگوی هولوکاست میدونن، بلوپرینتش میدونن. بله. نمیگن که شبیه بودن. یعنی هیتلر همون کاری رو با یهودی ها و مسیحی های اروپا کرد که ترکا با ارامنه کرد. یعنی شبیه نیستن. بله. حتی الگوی اینه. و خیلی جالبه، هیتلر یکی از جنرال های که در زمان جنگ دوم جهانی، جنرالای آلمانی که مشاور دولت ترکیه که در اون زمان متحد آلمان بود در جنگ جهانی و حکومت عثمانی هم تو که میدونین، جنرالی رو که مشاور ارتش ترکیه از طرف آلمان بود، به عنوان مشاور خود در دوران هولوکاست انتخاب کرده بود. دکتر، بین این کسانی که دخالت داشتن تو این واقعه وحشتناک، افراد یهودی هم بودن؟ افراد یهودی، یعنی توی نازی ها، بین نازی ها، بین سران نازی، افرادی که مثلا با هیملر و با دیگران همکاری میکردن، افراد یهودی زاده توشون بودن. و خیلی جالبه، علتش اینه که شاید خود یهودی ها هم اینو خبر نداشته باشن. یهودی های آلمان آزاده ترین یهودی های جهان بودن در آن زمان. یعنی مذهبی به اون صورت، با تعصب مذهبی نبودن؟ از هر سه یهودی آلمانی یکیش مذهبی بود. یعنی در زمان شروع هولوکاست که 1941، 65% یهودیان آلمان یا مسیحی شده بودن یا همسر مسیحی داشتن. صحیح. و علتش هم خیلی جالبه، اینها تصور میکردن که با مسیحی شدن و یا همسر مسیحی قبول کردن در جامعه آلمان جذب میشن، اسیمیله خواهند شد، حل میشن و مسئله ضد یهودی از بین میره. در حالی که خیلی جالبه، هیتلر زمانی که کشتارها رو شروع کرد، یهودی ها را به خاطر مذهب یا به خاطر ایمانشون از بین نمی‌برد، به خاطر ژنشون از بین بود. برای همین هم هست که حتی دو نسل بر میگشت، کسی که پدر مادرش یهودی بود، نه فقط اونها، حتی پدر بزرگ، یعنی جد بزرگش، پدر بزرگ یا مادر بزرگش هم یهودی بود، اونها رو نیز روانه اتاق گاز کرد. برای همین هم هست که بعضیا به من اعتراض میکنن، ولی این یکی از باورهای منه که در کتاب انگلیسی، حتی کتاب فارسی هم من راجبش نوشتم، که اگر در دوران هولوکاست حضرت مسیح زنده بود، اون رو هم میکشتن. نازی ها اون رو روانه آشویتس میکردن، برای اینکه پدر و مادر حضرت یهودی مسیح بود. یهودی بوده است. یهودی بود. برای همین هم هست که من هولوکاست رو یک تروریسم ژنتیکی میدونم. جنتیک تروریسم. بله. و من راجع به اینم از نظر پزشکی در سالهای آینده یک کتاب خواهم نوشت که تایتلش هست هولوکاست جنتیک تروریسم، یک تروریسم ژنی ژنتیکی. حالا فرمودی سوالتون این بود که آیا بین سران نازی یهودی بود یا نه. در سران درجه رده اول، دوم و سوم نه، ولی بین افسران پایینشون کسایی بودن که پدر بزرگشون
یا مادر بزرگشون یهودی بوده که بعد از جنگ راجب اینا کتاب ها نوشته شده. یعنی شناسایی شدن اینا؟ بله بله، همون زمان هم شناسایی شده. یعنی خود سیستم هم میدونسته، خود تا اندازه میدونستن، منتها به خاطر احتیاجشون نگهشون داشتن تا زمان آخر. گورین گفته بود که این ژن نیستش که تعیین میکنه و این کسای یهودی ها نیستن که تعیین میکنن کی یهودیه کی یهودیست، این منم که تعیین میکنم کی یهودیست و کی یهودی نیست. دکتر ممکنه من شما رو از قضیه دور بکنم، ولی این موضوع جالبیه که میخواستم توضیح بدین. شناسایی یهودی ها به چه صورت بود؟ خیلی جالبه. حتی یهودی های مسیحی شده دو نسلی رو اینا میتونستن پیدا بکنن. به چه صورت؟ از طریق کلیسا. میرفتن از کلیسا لیست افراد کلیسای اون ناحیه رو میگرفتن، هر کسی اسمش تو کلیسا نبود غیر مسیحی اعلام میکردن. یا کنیسا یا کلیسا؟ کلیساها. و اون وقت خب فقط اون عده‌ای که رفته بودن مسیحی شده بودن رو میشناخته از اون طریق. دوم خیلی جالبه، الان شما فکر کنین که دولت امریکا این کار رو نخواهد کرد، ولی الان دولت امریکا تصمیم بگیره که بدون کی ایرانی هست توی این مملکت، شما فکر می‌کنین براشون سخته؟ ابدا. ولی اون زمان آیا آمار این چنینی به این صورتی که امروز وجود داره؟ خیلی دقیق تر از امروز، مخصوصا توی کشورهای اروپایی، آلمان. در کشور فرانسه حتی تا نفر یک نفر، یعنی 223,153 نفر میدونستن یهودی وجود داره، تا نفر، یعنی آمارها اینقدر دقیق بوده. و در آلمان که حتی دقیق تر از اون. الان در یک شهریست به اسم باد آرسلن در آلمان که یک ساختمان چند طبقه هستش که مدارک هولوکاست در اونجا نگهداری میشه، که بیش از 25 میلیون مدرک در اونجا وجود داره که اسامی تمام کسانی که شناسایی شدن، جمع‌آوری شدن، به گتوها فرستاده شدن، به اردوگاه‌های کار، به اردوگاه‌های مرد، از زمان دستگیر شدنشون تا زمانی که به خاکستر تبدیل میشن. یه مسئله رو من اینجا میخواستم عنوان بکنم که این نمیدونم شما دیدین یا شنیدین شماره ها رو که روی بازوی آرنج چبه خالکوبی شده. بسیاری از مردم راجع به این نمیدونن چرا. دلیلش دو چیزه. دلیل اولش اینه که اسم بنده اردشیر بابک نیاز. وقتی میگین اردشیر بابک نیا هویت پیدا میکنه، هویت پیدا. وقتی میگن حسین حجازی، وقتی میگن اردشیر زاهدی، یه اردشیر دیگه در صورت اردشیر محسس، یه اردشیر دیگه اردشیر بهار، یک اردشیر دیگه در نظر ما مجسم میشه. ولی وقتی این هویت رو از من بگیرن، به من یک نمره بدن، میشه نمره، یه نمره تبدیل میشه. یعنی هویت انسانی منو از من گرفتن. یک دلیل دومش نمیدونم میدونین یا راجبش قبلا صحبت کردین ولی بعد نیست اشاره بود. دلیل دومش این بود که اسم رو پیگیری کردن خیلی سخته، ولی شماره خیلی راحت. شماره خیلی راحته. شما میدونین اولین مشتری بزرگ آی بی ام کی بوده؟ نه. هیتلر. این پانچ کارت هایی رو که در سالهای 1930 و 40 و 50 حتی تا 60 و 70 هم بود بلد. برای نازی ها درست کردن. کارخونه آی بی ام یکی از همکاران و همدستان بزرگ نازی ها در دوران هولوکاست بود. و اون پانچ کارت ها رو برای همین درست کردن که وقتی که اون نمره رو می زدن تو کامپیوتر، از روزی که این فرد شناسایی می شد، دستگیر می شد، در گتو بود، در اردوگاه کار بود، در اردوگاه مرگ بود، اتاق گاز می رفت، اجاق گاز می رفت و تبدیل به خاکستر می شد، اینو دنبال می گرفتن. وقتی خاکستر می شد یه چکمارک می زدن که دان. یعنی و خیلی جالبه که نازی ها به خاطر اینکه ارزش یهودی ها رو کم بکنن، همه روزه به دنباله
یک راه میگشتند، به عنوان یک راه میگشتند که هزینه کشتار این افراد رو کم بکنن، یعنی کم خرجتر بشه، کم خرج شما که بگن ارزش جان این فرد اینقدر بوده. شما میدونین در آخرین ماهای جنگ هزینه کشتن هر یهودی چقدر بود؟ خیلی، 1.5 سنت. عجب. یعنی با هر دلار امریکا اینها میتونستن 60 یهودی رو از بین ببرن. خیلی ساده بود، وارد اتاق گاز میشدن و از بالا رو اینها یه مقدار گاز سمی وارد میشد، وارد میشد. و خیلی جالبه، یه مسئله که خیلی جالبه که من که در کتاب دوم، کتاب جدیدم که با نقاشی‌های اردشیر محسس هست نوشته شده، هیملر یک جلسه میگذاره و میگه ما بایستی یک راه انسانی برای کشتارها پیدا بکنیم. انگلیسیش میگه we need to find a humane method or way of killing. بعد آدم تعجب که یک تیتر یکی از فصلهای منه تعجب میکنن که humane way یعنی کشتار انسانی باره. یعنی چی humane؟ برای کسی که کشتار میکرد، برای اینکه اوائل اینا رو تیرباران میکردن و اکثر کسانی که مأمور تیرباران بودن جوانای 20 ساله، سربازان 20 22 ساله 25 ساله بودن که خودشون همسر داشتن و فرزندان خردسال، و وقتی یه مادر رو با یک فرزند میزدن قلبشون جریه دار میشد و بسیاری از این سربازان جوان آلمانی حتی دیوانه شده بودن. خب الان ما شاهدش هستیم دکتر. الان اگر دقت، نمیدونم فرصت داشتید نگاه بکنید، در یک برنامه 60 دقیقه در تلویزیون ABC بود گویا، کانال هفته اینجا، چند شب پیش گزارشی بود به همین کسی که الان توی یه سربازخونه برداشته یه در کشته دوباره، این کسیست که جنگ بوده برگشته، و بعد اشاره به مراکز کنترل این پهپادها یا درون ها که در یک نقطه از امریکا هست، توی اتاق نشسته اون فرد و با دقتی که این وسائل داره میگفت که ما حتی کوچکترین حرکت افراد رو که توی اتاقشون هستن، از اتاق میان بیرون میرن، دستشون میشورن، تمام اینا رو میتونیم ببینیم و میتونیم با هدفگیری دقیق اینا رو یک نفر یا یه گروه نابود بکنیم. و میگفت این افراد که مسئول کنترل این دستگاه دیوانه میشن کاملا درست، و برای اینکه میتونن ببینن که چجوری آدم ها رو به خاکستر تبدیل میکنن. حالا خیلی جالب اینه که فرمودین، اولا که میدونین که در جنگ به اینا نمیگن که ما یک نفر رو کشتیم، میگن we removed the target. بله. یک هدف رو از بین بردیم. و اگه یادتون باشه و گاهگاهی میگن که high value target. بله. نمیگن یکی از رهبران. بله. High value target. درسته. این خیلی یک رهبر با ارزش رو. یه هدف ارزشمند رو. بله. حالا یه چیز داستان هستش خیلی جالبه، این کتابو من چندین سال پیش خوندم که یک سرهنگ جوان امریکایی که دیوانه شده بود و پس از 15 سال که تونسته بود از جنون بیاد بیرون کتابش رو نوشته بود، علت جنون خودش رو نوشته که چجور با اونجا رسید. این سرهنگ جوان در دوران جنگ ویتنام یک صدفان نیرو هوایی امریکا بود که بمباران میکرد، هواپیماهای دشمن رو، ویتکونگ ها رو هدف قرار میداد. و این جوان، این سرهنگ بعد گفته بود که من در دوران جنگ 21 هواپیما رو ساقط کردم و پرپل هارت گرفته بود و یکی از عنوان یک قهرمان وارد شهر خودشون در کنزاس سیتی شده بود. منظورتون اون مدال معروف قلب پرپل هارت؟ بله بله. بعد قلب بنفش. بله بله. بعد این مرد میگه من با چه غروری وارد شهر شدم، هواپیما، وقتی که چه استقبالی شد، چه استقبالی من در فرودگاه شد.
برادر کوچکتر من میگه من اون زمان 23 سالم بود، برادر 19 ساله من منو در آغوش گرفت و گفت جان چه احساسی آدم داره وقتی یک نفر رو میکشه. من بهش گفتم دیوانه ای تو، من کسی رو نکشتم. گفت تو یه 21 هواپیما رو انداختی. میگه یک باره برای من دنیا روشن شد که من حداقل 21 نفر رو کشتم، برای اینکه اون هواپیما حداقل یک سردشین خلبان داشته. و میگه من برای اولین بار پس از 3 سال که در جنگ بودم متوجه بودم که من میگه من تازه برادرم که منو آغوش کرد، میگه از اون لحظه دیگه من دنیا برام تار و تیره و تار شد که من جنایتکار، من قاتلم، من 21 حداقل 21 مادر رو که من فرزندانشون رو نمیشناختم از بین بردم و این موجب دیوانگی من شد و 15 سال طول کشید که من بتونم با دارو و درمان به حالت طبیعی برگردم که بتونم خاطرات جنگ خودم رو بنویسم به امید اینکه یک جوانی قبل از اینکه به جنگ بره این خاطرات رو بخونه. همجی که فرمودین این مسئله گرفت، این که اینو یک تارگت هست و همین کسی که اون درون ها رو داره میزنه در آریزونا یا در فلوریدا نشستن، میزوری نمیدونم یه جای بود نشستن، درست مثل که دارن بازی بازی کامپیوتری براشون میگم و اینا رو حتی با برای انتخابشون میهن پرستی و عقلشون استفاده نمیکنن، دستش میبینه کدوم اینا میتونه کدام از این جوانا دقت عمل بیشتری داره. دقت عمل بیشتری داره. دکتر در این زمینه همین نکاتی رو که اشاره کردید، کسان اون خلبانی که گویا بمب هیروشیما رو انداخته بود، اون مثل اینکه کارش به جنون کشید یا بله. خودکشی کرد. بله تازگی فوت کردن، منتها اون هم یکی از کسا بود که بدونه چه کار داره میکنه با افتخار رفته بود، ولی بعدها وقتی که متوجه شد. حالا این راجب هیروشیما که شما فرمودین، من دلم میخواد یه جمله است راجب این توضیح بدم که این جمله رو یکی از به نظر من پیامبر یا پیغمبر زمان ما در مورد انسانیت ایشون هستن، یه شخصی به اسم الی ویزل بله که برنده جایزه نوبل در سال 1985 بوده برای که فوت شدن نخیر نه؟ الان اصلا. 85 سالش اتفاقا امشب هم بنده در حضورشون خواهم بود در اورنج کانتی هستن، در دانشگاه ما هستن و توی این موزه هولوکاست هم نقش بزرگی بسیار بوده. زیاد بسیار زیاد ایشون یادم رفت چیم تو خواستم راجب آقای الی ویزل در مورد هیروشیما. او الی ویزل گفته بود که آشویتز هیروشیما رو ممکن کرده. یعنی یه سلسله مراتب اینجا میبینیم، از ترکیه شروع میشه کشتار ارامنه، بله. میرسه به کشتار بله. 11 میلیونی در بله. هولوکاست بله. و بعد الان میرسیم به هیروشیما که میلیون ها نفر از بین رفت، که صدها هزار تن رو در یک لحظه در یک لحظه یک چشم هم زدن، همون چه که فرمودی میلیون ها نفر رو تحت تاثیر قرار بله، دادی بله. برای اینکه در همون لحظه هنوز تاثیراتش هست. بله بله کسانی که کودک بودن در روز مدرسن در 20 کیلومتری هیروشیما زندگی میکردن هنوز از عواقب و عوارض اون مسئله هنوز بعد از 70 سال دارن رنج میکشن. هیروشیما و ناکازاکی، ناکازاکی که به فاصله چند روز انجام شد. برای همین بی توجهی به مسائلی نظیر هولوکاست، کشتار ارامنه یا اون اتفاقی که در یک سطح کوچکتری بود ولی بعد یه نسل‌کشی بود در حلبچه صدام حسین انجام داد، یه اتفاقی که الان در سوریه توسط رهبران سوریه داره انجام میشه، نتایج بی‌توجهی جهان به اون مسائل قبلی بوده. برای من همون چیزی که قبلا من با تو این رو گفتم تو برنامه رادیویتون، واقعا برای من تعجب آور بود. من که اون موقع من داشتم راجع به هولوکاست در سال 94-95 داشتم میخوندم، یکی دو سال بود که در این وارد این گود یا اقیانوس شده بودم. برای من واقعا تعجب آور بود که نه فقط چرا کشورهای غربی
راجب کشتار مسلمانان بوسنی اعتراضی نمی کنن، چرا کشورهای اسلامی هم اعتراض نمی کردن؟ برای من این واقعا تجربه. شما اشاره کردین به بیتفاوتی پاپ. اما بیتفاوتی پاپ موجب میشه که اینا گستاخ بشن. بله میگه دیگه، هیتلر میگه مگه چیزی شد؟ بله میگه مگه اتفاقی افتاد اون اتفاق، اون کشتار ارامنه؟ کاملا درسته. حالا اگه دوست داشتین، برای اینکه امروز صحبتمون به درازا کشید راجع به امریکا و هولوکاست. بله الان فرصتی داریم دکتر که چقدر وقت ما در حدود 10 دقیقه وقت. 10 دقیقه بسیار خوب. راجع به هولوکاست و امریکا این واکنش واقعا نیستش، عدم واکنشه. شما خیلی راجع به این موضوع افسرده خاطر هستین، آزرده خاطر هستین. دلیلش اینه که یک جمله در تاریخ هولوکاست هست و اون جمله اینه که اگر هیتلر نبود هولوکاست هم نبود. من به این معتقدم. معتقدین؟ بله بله. یعنی هیتلر آغاز کننده این موومنتی بود که موجب هولوکاست شد. اگه هیتلر نبود هولوکاست حداقل به این صورت نبود. من یک نفر دیگر در این تساوی قرار میدم که اگر یک نفر میخواست میتونست حداقل جان 1,000,000 از قربانیان هولوکاست رو نجات بده. او کی بود؟ پرزیدنت روزولت. این قدرت رو داشت، این قابلیت رو داشت، ولی استفاده نکرد. متاسفم که چنین نشد. حالا چرا چنین نشد رو مجددا در ابتدا من فکر میکنم به خاطر افکار و احساسات ضد یهودی است. اون بخشیشه، ولی بخش اعظمش مسئله منافع شخصی و منافع ملی بازم. مسئله اساسیش بیتفاوتی و بیتوجهی رسانه هاست. همین مسئله که الان در CNN دارن راجب اون 2400 راجب هواپیما صحبت میکنن و هیچ کس راجب دارفور و سوریه صحبت نمیکنه. ولی میدونی دکتر قشنگی کار تو این مملکت چیه؟ روزی نیست که برنامه های طنز و جدی امریکا به این روش CNN و رسانه های شبیه اون اعتراض نکنه. اون درسته، ولی من فکر نمی کنم آقای جزی اون درد و دوا بکنه. دلیلش هم بهتون میگم چیه. پیروزم توی برنامه رادیو بهتون گفتم من عمیقا به این مسئله اعتقاد دارم که خبر گزارش نشده خبر نیست. اینطوره. من به این مسئله معتقدم که روزنامه ها و نشریات، رسانه ها طرز فکر بنده رو تعیین نمی کنن. من طرز فکر من روشنه، ولی نشریات به ما میگه به چه چیزی توجه بیشتری بکنی. یعنی ما رو آگاه میکنه از چیزایی که داره میذاره، یا عدم آگاهی. بله بله. در تاریخ گذاشتن، بله. در دوران هولوکاست خبر مرگ 700 هزار نفر رو مجله لس آنجلس تایمز یا نیویورک تایمز در صفحه 18 در ستون 5 توی دو خط، مثلا شهر دو خط یا دو تا پاراگراف می نوشتن، در حالی که مثلا آتش سوزی یک آپارتمان کمپلکس رو در صفحه اولش بود. بعد خواننده میگه اگر واقعا این مهمه اصلا نمیره به اون صفحه ها، یا اگر درسته، اگه این شایعه نیست، اگه واقعا این درسته، چرا فقط در صفحه 18 یا 5، چرا این تیتر نشده نیست؟ وقتی به یک خبر اهمیت داده نشه شنونده یا خواننده هم توجه نمی کنه. در دوران هولوکاست متاسفانه همینطور بود و من هم بهتون گفتم چند روز پیش من راجع به کشتار ارامنه صحبت کردم. یک نفر از من پرسید که فرق الان با اون زمان که تقریبا 100 سال پیش بوده چیه؟ من بهشون گفتم که متاسفانه ما درسی یاد نگرفتیم. بله هیچی فرقی نکرده. ما متاسفانه we haven't learned. کنفرانس من به زبان انگلیسی بود، از من پرسید is there any difference between now and 100 years ago؟ جواب من بود we have not learned our lesson. ما درسی از این مسئله نیاموختیم.
و من اینجا نیومدم درس تاریخ بدم. یه جمله بسیار معروف هستش که کسانی که نمیخوان تاریخ رو یاد بگیرن مجبور به تکرار تاریخ هستند. انسانهایی که نمیخوان راجع به رنج و درد و کشتار کسایی که ما میگیم دیگران چیزی بدونن محکوم به کشتار خودشون هستن. یادتون هست که شما چندین بار اینو خوندین در جلسات مختلف، من میخوام شما اینو بخونین به جای من که شروع کتاب منه. بله بیننده عزیز، این یکی از اون جملات واقعا هشدار دهنده و بسیار بسیار مؤثری است که عنوان شده توسط یک صاحب نظر، یک شخصیت فرهیخته که میگوید من یهودی نبودم، اعتراض نکردم. سپس به لهستانی ها گفت، از اینجا شروع میکنم، نخست به سراغ یهودی ها رفتن، من یهودی نبودم، اعتراض نکردم. سپس به لهستانی ها حمله بردند، من لهستانی نبودم، اعتراض نکردم. آنگاه به لیبرال ها فشار آوردند، من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم. سپس نوبت کمونیست ها رسید، کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم. سرانجام به سراغ من آمدند، هرچه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند. و این یکی از اون جمله ها و یکی از اون گفته هایی است که واقعا حیرت انگیزه. این گفته رو فیلسوف آلمانی مارتین نیمولر مطرح کرد. آقای دکتر، فرصتی که باقی مونده من میخوام اشاره بکنم، اولا از امیر عزیز میخواستم تقاضا بکنم اگه در این لحظات آخر برنامه عکس‌هایی از همون جریان هولوکاست داره در آرشیو اونا رو نشون بده، و ضمناً شماره تلفن سفارش این کتاب. این کتاب در 4 جلد هست، 2500 صفحه. مطالبی که در این کتاب جمع‌آوری شده، یکی از یعنی اسناد و مدارک و عکس‌ها بی‌نظیر هست از نظر اطلاع رسانی، و بسیاری از کسانی که این کتابو میخونن چندین و چند بار مجبور میشن زمین بگذارن، نفس عمیق بکشن، برن به صورتشون آب بزنن که بتونن بخونن بقیه کتاب رو. و اگر علاقمند هستید میتونید سفارش مستقیم بدید به شماره تلفنی که همکارمون آقای امیر درخشان روی پرده تلویزیون خواهند گذاشت برای شما. اگه سفارش دادید، کتاب باهاش $200 هست، 4 جلد، 2500 صفحه، چاپ فوق العاده اعلا، کاغذ بسیار اعلا و چاپ نفیس. و اگر که خواستید سفارش بدید، هزینه حمل کتاب یعنی پست کتاب هر جای دنیا که هستید، خود مؤسسه انتشاراتی که توسط آقای دکتر در واقع بنیانگذاری شده، تأسیس شده، مؤسسه غیر انتفاعی است، تمام هزینه این کتاب، هزینه فرو، یعنی درآمدی نمیمونه برای آقای دکتر و یا اون مؤسسه غیر انتفاعی. این کلن برای اگر بتونه هزینه چاپ رو تأمین بکنه، فکر میکنم یه مقداری کمک شده به این که آقای دکتر بتونن کارهای بعدیشون رو به چاپ برسونن. و یک کتابم که من معرفی کردم قبلا، آقای دکتر به زبان انگلیسی نوشتن، با آثار بی‌نظیری از اردشیر محسس به عنوان Humanity Now، که اون کتاب رو من الان ندارم، ولی در برنامه‌های آینده سعی می‌کنم اون رو در فرصت دیگری که خواهیم داشت با دکتر بابک‌نیا راجع به اون کتاب صحبت بکنیم. اگه کتاب رو می‌خواید داشته باشید، این 4 جلد کتابو با هزینه پست رایگان با این شماره تلفن می‌تونید تماس بگیرید، براتون در اسرع وقت این رو ارسال خواهند کرد. فرصت برنامه ما یه چند دقیقه مونده دکتر، حدود 5-6 دقیقه دیگه فرصت داریم. من میخواستم کلن راجب اگر فرصتی هست، 2 دقیقه وقت داریم. خب من اشتباه کردم، بینندگان عزیز من این توضیح رو میدم. در این 4 جلد کتاب نکات، اسناد و عکس‌هایی رو که از سراسر دنیا، از آرشیوهای مختلف، از موزه‌های مختلف در آلمان، در لهستان، در ایالات متحده جمع‌آوری شده و نقاط دیگر دنیا،
آقای دکتر بابک‌نیا به زیباترین صورت ممکن جمع‌آوری کردن. کتاب بسیار نفیس است، فارسی بسیار خوبی به کار رفته درش و به زبان فارسی است برای کسانی که مرتب سوال میکنن دکتر بابک‌نیا. و البته روی جلد این چهار کتاب باز چهار اثر از اردشیر محسس زنده و یاد اردشیر محسس هست که برای صاحب نظران و هنردوستان شناخته شده هست و یادش گرامی باد. آقای دکتر بی نهایت ممنونم از شرکتتون در ممنونم از فرصتی که من خواهش کنم. امیدوارم در آینده نزدیک من بتونم بازم از محضرتون استفاده کنم. براتون موفقیت آرزو میکنم و منتظر دیدن آثار جدید شما هست. ممنونم. خواهش کنم. تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز و تا هفته آینده همه شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا رو به خدا میسپارم. روز و روزگار به شما خوش.